سلام مجدد خدمت شما هستیم. قبل از تنفس در برنامه سیری در تاریخ معاصر گاهی از اوقات خودم هم عنوان این برنامه ها یادم میره. دو موضوع رو میخوام از ایشون سوال بکنم. یک موضوع این هست که اسارت یهود در مصر چطور شروع میشه و کدام یک از نژادهای یهود یا کدام یک از طبقه بندی هایی که برای یهود کردن در این اسارت قربانی میشن و بعد فعلا راجب آزادی و اینهاشون سوال نمی کنم. از ایشون که سوال میکنید ممکنه که اگر که کنترلی نباشه همینطور ادامه بدن تا برسن به زمان حاضر. به این منظور هست که در یک جایی بایستی که موضوع منجر به یک نتیجه بشه و بعد موضوع دیگه شروعش. سوال این است که اسارت یهود کی شروع میشه، چقدر طول میکشه و از کدام نژاد بوده. سوال بعدی هم سوالی است که مربوط به فضیلت یهود یا فضیلت بنی اسرائیل و نوع فضیلت چه بود. سوال اول رو جواب بدید. من فکر میکنم که اسارت یهود نبود. ما در یا مردمی که در اون عصر زندگی میکردن، مصر یک ابرقدرت بود و برای پیشبرد پلان و پروژه هایی که داشتن به از تفاوت های طبقاتی مردم مثل که همیشه در تاریخ صورت گرفته از اینها استفاده میکردن. پس مردمی که محتاج تر بودن، ضعیف تر بودن و ضرورت داشتن به یک کار و افزار، اینها را در مصر استخدام میکردند. خب طبعا بردگی هم خارج از این معادله شده نمیتونه. فکر میکنم که یک تعداد زیاد مردم غیر مصری که مردم کنعان و فلسطین و این جاها باشه، چون این منطقه منحصر به یک دیانت خاص نبود. اگر فرض کنیم خشکسالی می آمد یا قحطی می آمد، خواه همه را همگون متاثر می ساخت. بنان کسایی که از کنعان به مصر رفتن به خاطر کاریابی، مثل که حالا می بینیم از افریقا و از شرق مده به اروپا میان، اینها به خاطر یک احتیاج مبرم که امرار حیات باشه رفتن. پس چنین نبود که تنها مردم یک دیانت برند. پس مردمی که از اینجا رفتن، احتمالا مردم دیگر از قسمت‌های دیگر افریقا هم به مصر آمده باشد، به مصر سفلا. پس این یک دلیلش است. دلیل دوم است که وقتی که ما میگیم که the Hebrews یا عبری ها، خود عبارت عبری این مطلب را می رسانند که آنهایی که عبور کردن از دریای سرخ. پس از دریای سرخ کسهایی که عبور کردن باز هم چنین چیزی نبوده که شناسنامه را می دیدن که باید یهودی باشه یا بگذرن و یا پس یعنی در واقع در آن زمان قطعا یهودی مطرح نیست، چون اگر یهود به اساس وحدانیت که حضرت موسی معرفی کرد، پس چون موسی هنوز به این رسالت اقلا در این مقطع خاص نائل نشده بود، پس مثل حضرت رسول اکرم، مثل حضرت عیسی، مثل بودا، مثل بسیاری از پیغمبران که ما میشناسیم، در ابتدای زندگی اینها یک قیام میکردن. قیام های اینها سیاسی بودن و اینها بعدن بخش دیانتی و شروع میکردن. در آغاز بودا هم به خاطر چینا یک قیام در مقابل پدرش به نحوه، موسی قیام بود در مقابل فرعون و طبعا فرعون مثل یک فرمان روای مطلق العنانه که بود، حتما باید ظلم میکرده بالای مردم، خصوص بالای آنهایی که در یک چارچوب بردگی و چی قرار داشتن. شاید میان و فرمایشتون این مطلب رو مقبول بیان فرمودید که آدم وقتی نگاه میکنه به تاریخ اسلام دقیقا متوجه میشه که همین دین مبین اسلام و
مأموریت رسول اکرم، او هم با همین قیام شروع میشه. یعنی در مقابل مشکلترین و در واقع ستمکارترین فئودالیته موجود در جهان اون روز، در واقع سوسیالیسم، نه سوسیالیسم مصطلح رو عرض نمی کنم، عدالت رو، عدالت اجتماعی رو به صورت قسط، به عنوان قسط که در قرآن میاد، در مقابل این فئودال‌ها قرار میده و خب 10 سال به خاطر حفظ جانش مجبوره به فرار میشه از خانه و کاشانش. نه به خاطر اینکه بگوید که خدا رو بپرستید یا نپرستید، خدا پرستی که این دشمنی و اینها رو ایجاد نمیکنه. اون فرمان عدالتی که بهش داده شده بوده فئودال‌ها رو به وحشت میندازه و برای جون این ببخشید حرفتون رو قطع کردم. بله همینطور است. مثلا زندگی سالهای اول حضرت رسول اکرم، وقتی که رسول نبودن، اکرم هم نشده بودن، مبارزه بود در مقابل به عدالتی ها، در مقابل تفاوت های ناموجهی که وجود داشت، ناموجهی که در برابر زن ها صورت می گرفت. پس یک قیام برای فمینیسم، اگر عبارت از عبارات امروزی کار می گیرد، دفاع از یک فمینیسم، سپیریچوال فمینیسم، حفظ حقوق زنان، حفظ حقوق زنان بود، حفظ حقوق برده ها بود، یا آزاد ساختن برده ها بود، یا قبل از پیامبریشون، بله، و یا ای که خود امین کورپوریت سی او های عصر خود را که پولدارترین مردم قریش بودن، اینها را متوجه میکردن که انصاف نیست که شما هر چیز دارین و اینها هیچ چیز نداره. پس یک ریفورم اقتصادی بود، یک ریفورم اصلاحات اقتصادی بود، اصلاحات اجتماعی بود، اصلاحات تفاوت‌های جنسی بود. پس این در این زمان نه این کار با همسر خودش شروع میکنه طبعا، و این اینجا نه نبوتی بود، نه رسالتی بود. محمد تنها صفتی که داشت امین بود و بس، دیگر چیزی نداشت. و در زندگی فقیرانه که داشت و در پهلوی آن، ما میبینیم که همین اصلاحات آهسته آهسته وقتی که به سطح رسالت میرسه خودش باور نمیکنه. خودش بزرگترین مشکلی که برایش خلق شده بود که باید قبول کنه که ای جبریل است که برش وحی آمده بود، خود را قناعت داده نمیتارست، تان که خدیجه و ابن نفل به کمک کردن و این وی را قناعت دادن تا که خودش قناعت کرد. بنان مسئله نبوت یا رسالت در سطح دوم است، و همه اینها که گفتم چون بستر از حضرت موسی بود، موسی هم در آغاز یک قیام بود در برابر بی‌عدالتی هایی که فرعون های مصر جز پالیسیشان بود، جز روش و روندشان بود. و من فکر میکنم که این مسئله مطرح بود. وقتی که از اینها عبور میکنن و میان، پس اینها وقتی که تا زمان که ایبریستن، مسئله عبور مطرح است، ترانزیشن است. ایبری های امروز ما از بحیره جن میگذرن، چون موسای نیزنی، پس از اناتولی همین به یونان، همون دریاست نی؟ همون دریاست، همون آب است، همون قسم مردم را غرق میکنن. یک تفاوت است که اینجا موسای نیست. اگر اینها موسای پیدا کنن، ممکن اینها را ابراهای عصر حاضر بدانیم. مثل اینکه ترکیه 7,000 نفر از اینها رو غرق کرده، چون همون موسا نبوده، بحرم باز نشده و ایجن به یک جن ضرورت دارد. اگر موسی نباشه اقلا یک جن باید باشد. به هر صورت از نگاه تاریخ، اگر موسی تاریخی باشد غیر از مسئله رسالتش، باید این واقعه در حدود 1000 تا 800 قبل از قبل میلاد ای واقع شده باشد، و همان ساختن اهرام مصر و اینها
در دوره بردگی صورت گرفت، ممکن به همین دوره دوم پادشاهی های مصر را فکر میکنم به سه دوره تقسیم میکنه، یه احتمالا در این دوره صورت گرفته. راجع به این موضوع اهرام مصر هم یک نشست دیگری باید داشته باشیم و این محاسبه های عجیب غریبی که بیرون دادن که ارتباطاتش با فواصل با ستاره های دیگه و چیزهای خیلی زیاد هست که من سه بار تا حالا از نزدیک رفتم و غیر از این جایی که توریست ها میبینن، بعضی از جاهاش هم هست که برای عموم مسدوده ولی خب گاهی از اوقات باز میکنند و اینها، و حالا نریم اصلا اونجا، یه وقت دیگه راجع به اونها طولانی تر با هم صحبت میکنیم. پس شما فکر میکنید که این افرادی که اسیر بودن مقتضای زمان بوده و ممکنه که بین این عبوری ها یهود و غیر یهود هم بوده باشه و وقتی که میخواستن، اگر هم که به زور اینها رو به بردگی گرفته باشند، وقتی به فلسطین میامدن از همین غزه امروز وارد میشدن به فلسطین و کنعان و اینها و اسیر میبردن با خودشون به زور، اگر همچنین بوده هیچ نمیپرسیدن که شما اگر یهودی هستین شما رو ببریم، یهودی نیستین شما رو آزاد کنیم، همه رو میبردن. به نظر میرسه که عقلا همینطور باشه که میفرمایید. و بعد میخوام عرض بکنم که از عظمت و از شخصیت و از رسالت حضرت موسی همینطور بر نمیاد که وقتی که میخواسته اینها رو آزاد کنه رأی بگیره بگه کدومی که از شما مسیحی هستین که باید بمونید، یا مسیحی که نبوده اون وقت که کدام یک از شما مثلا یهودی نیستید که من شما رو نبرم با خودم آزاد نکنم. گمان نمی کنم که چنین چیزی بوده. میخوام تایید فرمایشتون هم اسارت این قوم رو تعمیم بدم و هم آزادی این قوم رو تعمیم بدم که نه قوم یهود به نحوی که در تاریخ ساخته شده در اسارت بوده به لحاظ یهودی بودنش و نه قوم یهود آزاد شده به واسطه یهودی بودنش، چون هیچ کدام از این دوتا از نظر تاریخ به نظر نمیرسه که صحیح باشه. سوال بعدی که دارم از حضورتون این است که در قرآن میگوید که ای قوم بنی اسرائیل به یاد بیاورید نعمتی که بر شما ارزانی داشتم، نعمتی التی، نعمتی رو که اون چنان نعمتی رو که بر شما ارزانی داشتم. و بعد این نعمت رو معنی میکنه، تشریح میکنه که چه جور نعمتیه و میگوید که من شما رو فضلتکم، فضیلت بخشیدم. اون نعمت یعنی فضیلت بخشیدن بر عالمیان. سوال این است که نوع فضیلت رو خداوند نعمت نام میگذاره و باید ببینیم که آیا نعمت خدا میتواند که یک چیزی باشد که در زبان انگلیسی به اون دیسکریمینیشن میگن یا به اون برتری نژادی میگن یا به اون تبعیض میگن یا به اون خروج از عدالت میگن. یعنی کور سوال من اینه که آیا نعمت و فضیلتی که به یک قومی داده میشه به قیمت پامال کردن حق قسط و عدالت اجتماعی است یا نیست؟ این اولین سوالی است که من در هیچ کدام از این تفاسیر و از این تحلیل هایی که روی قرآن شده و من بسیاری از اینها رو خوندم و امروز با این دستگاه های اینترنت و اینها گشتن و دنبال این چیزا گشتن آسانتر از همیشه هم شده، تقریبا میخوام عرض بکنم که تا به حال چنین نگرش تحلیلی به این آیه قرآن نشده که آیا فضیلتی که به قوم یهود داده شده، اگه داده شده باشه، که اینجا راجع به اسرائیل صحبت میکنه، راجع به یهود صحبت نمیکنه قرآن،
راجع باز به قومیت صحبت میکنه، نه راجع به یک دین و عقیده و باور. میگوید که این فضیلتی رو که به شما دادم به یاد بیارید به عنوان یک نعمت. اولین استند من، اولین موضع من اینه که آیا خدا میتواند و با بقیه حرفای خدا تطبیق میکند با هدف قرآن که برای کون و قوامون به قسط باشید رستاخیز کنندگان و برپاداران عدالت اجتماعی، اصلا این دین برای اون کار اومده. آیا میشه که خدا به کسی فضیلت بده که با این اصل مغایرت پیدا بکنه؟ سوال من دقیق میفرمایید، چی عرض میکنم؟ پس اول ما نوع این فضیلت رو تشخیص میدیم که چه جور فضیلتیه. فضیلتی است که من رو بر شما برتری میده، یعنی شما میشین برده، من میشم ارباب، من میشم فئودال، شما میشین تو سریخور مملوک. آیا این نعمت و فضیلت نوعاً چنین چیزی است که ستم به وجود میاره در جامعه، یا فضیلت نوعاً در جهت تعلیم و تربیت و همون قسط و عدالت اجتماعی است؟ این سوال اولی است که فکر میکنم که از نظر عقلانی پاسخ بهش خیلی آسانه، محدود میکنه معنی فضیلت رو. در بقیه آیه های قرآن متوجه میشیم که نوع این فضیلت یک فضیلتی است که امانت و مسئولیت به اینها داده. ما اکثرا در قرآن بین فضیلت، یعنی مفهوم فضیلت رو بین حق و مسئولیت اشتباه میکنیم. مثلا وقتی که در قرآن میگوید که رجال و قوامون علی النساء، مردان قوام زنها هستند، میگیم این امتیازی است که خدا به مرد داده، در صورتی که امتیاز و حق نیست اصلا این به مرد داده، این وظیفه است به مرد داده. میگه شما بایستی که بارکش زنها باشید. من نمیفهمم که کجای این حقه. و بعد نسبت به این وظیفه میگوید که این به لحاظ فضیلتی است که ما مردان رو بر زنان دادیم، که باز اون رو هم معنی میکنن. ببین، هم گفته قوام، هم گفته برتری، در صورتی که در اونجا میگوید که ما مردها رو بارکش زنها کردیم به خاطر اینکه این مردها فضیلت دارن بر زنها. در چه چیزی فضیلت دارن؟ در انفاق، در امکان انفاق به زنها فضیلت دارن، برتر از زنها هستند، بالاتر از زنها هستند، تعارف و اینها هم نداره. مردها در انفاق، در پرداخت و در امکان پرداخت، چون توانشون بیشتر از زنهاست و قانون خدا بر این حکم گرفته که مردها بایستی که انفاق کننده به زنها باشند، به این لحاظ مردها باربر و بارکش زنها قرار داده شدن، که هم فضیلت در اینجا تعهده و هم قوام در اینجا تعهده. منتها به اشتباه میبینید که مردها برای اینکه توجیه بکنن سروری خودشون رو بر زنها، هم فضیلت رو به عنوان حق معنی کردند و هم قوامیت رو به عنوان حق معنی کردند. اگر این مقدمه رو در نظر داشته باشید، وقتی که اینجا میرسیم که انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر عالمین فضیلت بخشیدم، میخوایم ببینیم این فضیلت حق یا مسئولیت در اینجا، و اگر مسئولیت چیست مسئولیت، و اگر حق اون حق چیست. زمانی که شما به مقدمه تان را تمام نکرده بودین، یک قسمت زیاد مقدمه شما جواب من بود. به هر صورت اینجا یک نقصه منطقی موجود است. اگر ما بگویم اول در موردی که قوم بنی اسرائیل ای فضیلت اینها، اگر بگویم به اساس نژاد بود، پس این مطلب را میرساند که خداوند یک تعداد، یک نژاد را برتر بر نژاد دیگر آفریده، پس نژاد را که برتر نافریده دارای یک نقیصه است، و اگر این نقیصه دارای نقیصه باشند، پس خداوند مخلوق ناقص آفرید، که چنین نیست، چون مسئله خلقت مطرح نیست. چون مسئله خلقت مطرح نیست، مسئله نژاد هم مطرح نیست.
در عوض فضیلت باید به چیزهای غیر نژادی ارتباط داشته باشه، چون رابطه بین خداوند و انسان در یک وصلت است که در آنجا انسان به اساس اختیاری که دارد یک راه را میگزیند. انسان راه شیطان را میگذارد به راه خدا میره. این انتخاب انسان است، نه؟ وقتی که انسان حق انتخاب دارد، در مقابل از این یا باید پاداش یا یک جزا و چیزایی باشد. خداوند هم در مورد یک قوم را فضیلت میبخشه که در اون مورد او قوم اختیار داشتن. اگر قوم از یک نژاد خاص بوده باشه، در داشتن یا نداشتن یک نژاد خاص کس اختیار ندارد. من که سامی نژاد نیستم، نمیتونم که اگر خواسته من باشم، من نمیتونم سامی نژاد باشم یا اروپایی نژاد باشم، چون این در اختیار نیست. پس چون در اختیار نیست، برای من فضیلت هم نیست. پس فضیلت باید در چیزی باشه که در اونجا من صاحب اختیار باشم و به اساس اختیار خود من راه بهتر را برمیگزینم که او مرا واجد صفت فضیلت کرده بتاند. تا جایی که ما قوم یهود را نه از نگاه نژادی بلکه از نگاه یک فضیلت خاصی که اینها دارند و از نگاهی که قرآن هم اینها را یهود خواندند، یعنی آنهایی که هدایت شدند، پس باز هم هدایت شدن به نژاد ارتباط نداره. هدایت شدن و یا هدایت گرفتن یا قبول هدایت همش به اختیار است و اختیار موضوع عقلانی و اعتقادی است. پس اینجا قوم یهود که فضیلت پیدا میکنند در رابطه با توحید است. اینها قسمی که قبلا اشاره کردم در مدیترانه شرقی در بین دو تمدن بزرگ، تمدن مصر و تمدن یونان باشه که هیچ کدام اونها به وحدانیت اعتقاد نداشتن. پس یهودها نه من حیث یک قوم، من حیث یک کتله، یک گروهی از مردم آمدن برخیستن در مقابل این دو گروه، این دو ابرقدرت وقت، مثل که اسلام در مقابل ابرقدرت فارس و روم شرقی قد علم کرد. مردم که از صحراها و دشتها آمده بودن که هیچ کس به نظرشان به نظر نه به نظر ساسانی ها و نه به نظر روم شرقی، اعراب در هیچ معادله نمی گنجیدن، یعنی هیچ کسی نبودن، همینطوره. به یک جای رسیدن. در اینجا هم یهودها بین مصری ها و بین یونانی ها که آنها تمدن های بزرگ داشتن، یهودها هیچ کسی نبودن، ولی فضیلت که اینها حاصل کردن به خاطر از این که در مقابل هدایت بوده، در برابر آن مسئله وحدانیت. در رابطه با مرد و زن هم این مسئله است. اگر مردها را مکلف یک فضیلت داده رجال و قوامون علی النساء، اینجا اگر بگویم که مرد بهتر است از زن، پس برای زن نقیصه قائل شدیم. خداوند نصف مخلوقات خود را ناقص خلق کرده، که طبعا یک تعداد مرد سالارها به همین ذهنیت هم هستند. تا که زن را ناقص فکر نکنن، فضیلت خود را حس نمی کنن، که هر دویش مسئله بیولوژیکی و مسئله نسلی و نژادی و جنسی است، که این گناه بزرگ است. ولی اگر ما می بینیم در تفاوت بین مرد و زن از نگاه جنسیت، خداوند یگانه صفت خود را که با یک از این دوتا در اشتراک گذاشته، او صفت رحم خداوند است، که رحم خداوند با رحم زن که مادر ماست یکیست، از یک ریشه و این مفهوم را ادامه. پس به این حساب باید زنها، اگر کسی از نگاه جنسیت به خدا تقرب قرابت داشته باشه، باید زن داشته باشه نه مرد. چرا؟ مرد رحم نداره و هم رحم بیولوژیکی نداره و در بسیاری موارد بیرحم و خشن هستند. چون همه جنگ های دنیا رو ما میبینیم که کلش ناشی از رویه و کردار مرد هاست. بنابراین اینجا هم تولید و رشد مشارکت نداشته، بله، قدرش رو نمیدونه. بنابراین
این فضیلت و این امتیاز به هر عبارتی که قرآن گفته هیچ کدامش در مورد یک مشخصه ای نیست که در اونجا آن شخص یا آن فرد اختیار نداشته. ما در جنسیت اختیار نداریم ولی در تقوا اختیار داریم. ما در نژاد اختیار نداریم ولی در انتخاب راه حق چی داریم اختیار داریم. بعد یه موضوع دیگری که میل دارم اضافه کنم به پاسخ شما این است که ما نقش مخاطب رو با احراز هویت نباید اشتباه بکنیم. مثلا من به شما عرض میکنم که ای مرد افغان به این سوال من پاسخ بدین. حالا چندین سال که بگذره من هم این مطالبی که عرض میکنم تبدیل به کتاب مقدس بشه، اون وقت هر کی بخونه میگه این آقای آقاسی در مورد افغان بر بقیه ملت ها تفاوت قائل شده. چرا؟ برای اینکه نگفته ای ملت اسپانیا، ای مثلا ای فرد آمریکایی، گفته ای فرد افغانی. پس چون اینو گفته نسبت به افغان ها در مقابل بقیه ملل استثناء قائل شده. در صورتی که مقصود من از ای مرد افغان در واقع محرز کردن مخاطبه که شما مطمئن باشید که من روی سخنم با شماست. روی سخن من با شخص دیگری نیست که در جای دیگره. وقتی که قرآن میگوید که ای قوم بنی اسرائیل به یاد بیاورید، چون مخاطبش بنی اسرائیل بودن و ضمناً تمام پیامبران از ابراهیم به بعد این پیامبران همه از بنی اسرائیل بودند، این امانت پیامبری و امانت رسالت داری و امانت نگه داشتن پیام خدا یکی از امتیازاتی است که به اینها داده شده. و بعد آیات دیگر رو که ما ادامه میدیم و میبینیم که این امانت حفظ نشده و به همین خاطر گفتند که محمد بنی اسرائیل نیست و امتیاز رسالت در انحصار بنی اسرائیله و چون ایشون بنی اسرائیل نیست بنابراین رسالت به ایشون نمیرسه و همین دلیل بر رسمیت پیدا کردن و توجیه مخالفت با ایشانی که حالا به اون جا خیلی نمیخوایم وارد شیم. ولی یکی موضوع مخاطبه که چون مخاطب قرآن اونها بودند. شما قرآن رو که نگاه بکنید خیلی کم به مردم آلمان اشاره کرده که این مردم آلمان شما باید چه بکنید، در صورتی که خب مردم آلمان هم آدمن دیگه، ولی قرآن اشاره به اونها نکرده. ما مردم چین یا مردم استرالیا به خاطر اینکه اونها مخاطب قرآن نبودند ولی در این حال از قوانین قرآن هم به عنوان یک انسان نمیتوانند که شانه خالی بکنند. به گمان من قوم بنی اسرائیل منظور هم مخاطب قرآنه هم کسانی که شناسا بودند و هم کسانی که بیشتر پیامبرها از بین اونها بودند و در واقع بقیه آیات قرآن قطعی میکنه که این فضیلت فضیلت امانته و بعد با کمال تأسف میبینیم که این فضیلت رعایت نمیشه، نه در مورد رسول اکرم بلکه در مورد خود حضرت موسی این فضیلت و امانت داری در واقع انجام نمیشه و برادر این بزرگوار شاهد شیطان پرستی کسانی میشه که از غیبت کوتاه حضرت موسی استفاده میکنند و در حضور کسی که او هم مقام نبوت داشته روز روشن زیر چراغ خورشید به شیطان پرستی میپردازند و اون چیزی رو که قرآن به نام گوساله ازش اسم میبره و گوساله طلایی در واقع نماد برگشت به فئودالیته و تکاسره که شیطان تکاسر و شیطان قدرت طلبی رو شروع به پرستش میکنن در مقابل شخصیتی که
اونها رو به توحید دعوت کرده بود. من فکر میکنم که یک دو مورد دیگر هم در اینجاست. یکی این که قرآن تنها از یهود و نصارا و صابئین صحبت میکنه به این معنا نیست که پیغمبران دیگر برای اقوام دیگر در جاهای دیگر زمین موجود نبوده، بلکه برای این که چون برای این که هدف برای افهام بهتر هدف نمیخواسته که از موضوع طوری خارج شوه که او خودش ایجاب یک شرح دیگر کنه. به طور مثال اگر در قرآن نام برده میشد از سدارتا، از بودا، و مردم هیچی را نمیشنیدن، خود ذکر کلمه سدارتا اون هم یک دین جدیدی میشد. کل مطلب را چی میساخته؟ مثلا در قرآن میگفتش که ای کسانی که مؤمن هستید، مسلم هستید، یهود هستید، نصارا هستید، صابئین هستید و اگزیستانسیالیست هستید. بله، پس باید کسی را تشریح میکرد. همین دعوا شروع میشد، اصلا جنگ میشد که یه عده‌ای میگفتن اگزیستانسیالیست یعنی این، اون اصلا دیگه داستان. نکته بسیار بسیار پس یک مطلب، ولی از آن نمیکاهد که یهودها به معنای آنهایی که هدایت شدن. مسئله دومی که در قسمت ای که حضرت موسی به کوه رفت و حضرت هارون با مشکل دیگر روبرو شد، به نظر من اونجا چند مطلب است. یکی از خدایان مصری به نام هورس بود. این خدای مصری شکل و جسم گاو را داشت و گاو خیلی نه تنها در مصر بلکه در بسیاری از اسطوره ها که ما ببینیم، قدیمترین رسم ها و نقاشی هایی که ما امروز در مغاره ها پیدا میکنیم، در هر کدام اینها یک گاو است. الان هم همینطوره. بله. حالا مثلا در چین اگر ما میریم، به اساس اسطوره های چینی تمام دنیا بالای شاخ های گاو است. بله. در هند گاو است، پس هیچ جا بی گاو نبود. مثلا ما در شاهنامه اگر میخوانیم، عجیبه که هنوز هم ادامه داره. بله، در شاهنامه مثلا گاو به معنای قهرمان است، یعنی صفت بسیار مثبت و صفت خوب است. هر کسی را که میخواسته که تمجید کنه گاو یاد کردن، این شاهنامه هم است. پس گاو در هر جا بوده، ولی برای مصری ها گاو نماد یکی از خدایان بود. من فکر میکنم که وقتی که عبری‌ها با موسی این طرف آمدن، و حالا اما مسئله آمن را هم مطرح میشه اینجاست که اینها باید یک عبادت هم کنند در یک مقطع زمانی. وقتی که اینها عبادت میکنند، چون راه دیگر را یا راهی را که حضرت موسی بر اینها نشان میده، این راه نو بوده یا سه عادت نداشتن یا سه نفهمیدن، پس اینا پس گرایش پیدا کردن به چیزهایی که از مصری ها یاد گرفته بودن. مصری ها به اصطلاح اقلا گاو پرست بودن به این شکل، پس اینجا هم گاو مطرح است. هم از نگاه عرفانی اگر میبینیم، گاو نفس است و در میتونیم که این آیه قرآن را یک قسمی تعبیر کنیم که ما که اینها پس به نفس خود رجوع کنند، یعنی از خدا برگشتن به نفس خود، یعنی خود مرکزی را برگزیدن، نظر به خدا پرستی. پس این هم شده میتونه و به مورد نیست که اینقدر گاه و گاه گفتیم از هر تمدن. درازترین سوره قرآن به نام گاو است، البقره. بله. باز هم به همین ارتباط. پس به شکل از اشکال ما میبینیم که این نماد گاو اصلا همین میون فرمایشتون قربانی کردن گاو، که سوره بقره اصلش به خاطر همون قربانی کردن گاوه که اسمش بقره شده. و به همین خاطر هست که میگوید اینو باید قربانی کنید. بله، نفس خود را، نفس خودتون رو قربانی بکنید، اون چیزی رو که غیر از خدا میپرستین. ما یک دوست خوبی داریم که این تخصصش در زبان عبری و زبان آرامه‌ای، که ما کمتر کسی رو داریم که در حال حاضر این تخصص رو داشته باشه و
به منم خیلی ایشون لطف داره و میخوام از ایشون در یک جلسه دعوت بکنم که مشارکت بکنن و قرآن رو از نظر نگرش به ریشه های آرامیک لغاتی که در قرآن آمده، مثل همین واژه بقره که به زبان آرامی باکارا معنی میکنن اون رو، و باکارا به معنای کسی که بکر هست و بکر به حیوانی میگویند که هنوز زایش نکرده، چیزی رو نزاییده و تولید مثل نکرده، یا جوانه یا دست نخورده است، یا چیزهای نظیر این. و مفهوم دیگری که باز در همون زبان آرامیک میده شخم زننده هست، که در زبان عربی هم همین معنا رو میده. بقره در واقع نام گاویه که زمین رو شخم میزنه. باقر که اسم فاعلش هست، یعنی که گشاینده، و چون این خیشی که در خاک میزنند خاک رو میگشایه و باز میکنه، به اون میگویند که باقر یا بقره که مادهش میشه. یعنی گاوی که شخمزن باشه و ماده باشه شاید بقره میشه. و اسم یکی از بزرگان مذهب شیعه هم همین باقر هست دیگه، امام محمد باقر، یعنی که اسم کاملشون البته محمد ابن از کنم که امام محمد باقر العلوم هست، یعنی که گشاینده علم یا شکافنده علوم بوده. منظور این که اون لغت گاو همونطور که فرمودید دستبردار نیست، و الانش هم شما نگاه بکنید بیشتر قدرت های دنیا دست گاو ها هست و کاملا، و همین گاوه که به شکل این حرص امروز ما بزرگترین دشمن دنیا، خود روش کپیتالیستی که در حرص است، greed، capitalist greed، همون گاو طلایی، و نماد این گاو در همین مارکت وال استریت که ما میبینیم هر روز دو حیوان نماد، یکیش هم گاو است، یکیش هم خرس است. The bear and the bull. و این بول یا گاو نماد یکی از بزرگترین کمپانی ها و بانک ها، مریل لینچ، و چیز بود از اون یکی دیگهش که چند سال پیش خود کرد. به هر صورت یعنی به نحو ناخودآگاه گاو به شکل نماد نفسانیت، به شکل نماد حرص در زندگی ما انسان ها تبارز میکند، هر قدر حتی اگر به قرن 28 هم خیلی هم سفر هم میکنه. بله، بله، تا هند و تا چین و تا اونجا هم رفته. بله، به گاویتش حالا ببینید که و حتی در شباهات کلمات هم ای بقه و بقره، بقره و بقه اونجا در لسانهای سامی محدود نمیماند، در لاتین هم بقه یا وقه این کلمه است، باز هم برای گاو به کار بردن. شیوه های شیطان پرستی که الان در دنیا معروف هستند تقریبا بدون استثنا همه اونها هم صورت های مختلف گاو رو به عنوان سمبول و مظهر شناسایی خودشون گذاشتن. حالا نمیخوایم وارد اونجا بشیم. در ایران مثلا در قزوین یک گروه وسیعی هستند که اینها رو شیطان پرست هستن البته، و به اینها بز پرست میگن، چون که اینها یک بز بسیار بسیار زیبایی که سفید است و شاخهای خیلی زیبایی داره و اینها، او رو به عنوان مظهر پرستش انتخاب میکنند. و یک مقداری هم صحبت در مورد گرایش فاطمیون و عرض میکنم که جنبش هایی که بعد از او شروع میشه، حسن صباح در پرستش هایی که داشته و اینها، اجازه بدید که نریم اونجا و الا فردا صبح میشه و به هیچ کارمون در اینجا نمیرسه. ولی میخوام عرض بکنم که این موضوع فضیلت رو که اشاره فرمودید بسیار بسیار موضوع درستیه، و فضیلت به معنای
استثناء و تبعیض و گروهی رو محروم کردن نیست و نبایستی که اونطور تلقی بشه. در اون مورد که نخواستین صحبت کنه کمک اقلا اشاره کنیم شما در زمان اشاره کنید. در زمان فاطمین در کجا بودن؟ در مصر. بله. مصر کجا بود؟ جای این گاو ها. بله. یعنی جایی که بفرمایید جایی که فرعون از چیز کرد، ادعای خدایی کرد، در همان زمین جاییست که الحاکم به امر الله ادعای خدایی میکند که از فاطمیون است. بله. پس میبینیم مذهب تغییر کرد ولی خصلت در برابر دیانت هیچ تفاوت نکرد. همان قسمی که الحکم به امر الله خود را خدا خواند، در همان در زمینی بود که فرعون هم ادعای خدایی کرد. در همین شهری که ما هستیم هم یک همبرگر فروشی هست که این گوشت فروش بیچاره هم از همون صورت استفاده میکنه به عنوان آرمش و ظاهرا این هست که ما چون گاو میفروشیم بنابراین عکس گاو رو هم به عنوان مظهر انتخاب کردیم، ولی گاوش درست شبیه همون گاویست که حضرت هارون در کنارش بودن. اسم همبرگر رو نگیم که دچار لاسوت و اینها نشیم، ولی به هر حال گاو دست بر نمی داره از سر آدم در هیچ حالتی. بز هم ممکنه. قبل از این که به تنفس بپردازیم یک سوال دیگه ای رو هم اگر حوصله‌اش رو دارید پاسخ بدید و اون این است که شرایط و تاریخ تقریبی مهاجرت یهودیان از فلسطین به روسیه، به اسپانیا و به خزر در چه تاریخ هایی بوده و به چه مناسبتی بوده. اگر فکر میکنید که پاسختون خیلی طولانی خواهد بود یک دقایقی به تنفس بریم و بعد پاسخ بدیم. اتاق فرمان اگر لطف کنید و چند دقیقه دیگه به ما تنفس بدید خیلی ممنون و متشکر میشیم.